همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من شده. علی، خب خبرهای زد و نقیزی در این رابطه منتشر میشه، آخرش تحلیل تو چی میگه؟ خب ببین، حکومت سعی کرد با در واقع انتشار اخبار زد و نقیز نوعی ابهام در خبرها به وجود بیاره و از این طریق مردم رو دچار سردرگمی کنه، اما به نظر میرسه خودشون بیشتر از همه دچار سردرگمی شدن. یعنی در حالی که خب خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا که وابسته به دولت هست از تعطیلی بوستان‌ها خبر داده بود در روز 13 بدر، وزیر کشور اومد این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که نه، این در واقع خبر کذب است و بوستان‌ها بازن. اما از اون طرف استاندار قزوین اومد گفتش که نه، ما از افراد بالادستی و از مقام‌های مسئول بالادستی دستور داریم که بوستان‌ها بسته باشه و ما می‌بندیم بوستان‌ها رو. فرماندار در واقع کرمان هم همین حرف رو زد، اون هم گفتش که ما از مقام‌های بالادستی دستور داریم و می‌بندیم. به نظر میرسه که یا در حالی که هم فرمانداری و هم استانداری مقام بالادستشون وزارت کشوره، بنابراین یا آقای احمد وحیدی وزیر کشور از سازمان زیر دست خودش بی اطلاع هست و نمیدونه در اونجا چه میگذره، یا اصولاً وزارت کشور تسلطی بر استانداری ها و فرمانداری ها ندارن. نکته دیگه، الان تو خبر خوندی آقای دژاکام امام جمعه شیراز گفته به جای 13 فروردین 12 فروردین مردم جشن بگیرن، در حالی که این تعطیلات و عزاداری 19، 20 و 21 ماه رمضانه، یعنی 20مش که میفته روز همون 12 فروردین. بنابراین نشون میده که اونجا هم دچار سردرگمی هستن، یعنی یا این سه روز روز عزاست نباید کسی در واقع تفریح و شادی داشته باشه، یا نه اگر هست خب هر سه روزش هست. این سردرگمی ها باعث شده که بالاخره مشخص نباشه که مردم در روز 13 بدر میتونن به بوستان ها و تفرجگاه ها برن یا نه. علی، در این 12 روز پیام های زیادی ما داریم از مخاطبان میکنیم از گوشه کنار ایران که جشن و شادی فیلم ها رو برای ما میفرستن و من خودم متعجب شدم امسال. حالا با توجه به اینکه این مسئله هم اتفاق افتاده، به نظر تو شهروندان چه واکنشی ممکنه بده؟ آیا ممکنه هنوز به جشن شادی خودشون ادامه بدن در نوعی اعتراض؟ ببین، جمهوری اسلامی مشکلی که مردم با جمهوری اسلامی دارن، شاید یکی از مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارن اینه که جمهوری اسلامی میخواد کنترل کنه زندگی مردم رو، زیست مردم رو. یعنی اگر این رو میذاشت به عهده خود مردم، خب اونی که روزه‌دار بود و میخواست در واقع عزاداری کنه تو خونش میموند عزاداری میکرد، اونی هم که به قول تو میخواست بره شادی کنه خب میرفت شادیشو میکرد. وقتی که میان روی همه چی در واقع فشار سرکوب و جلوگیری و خفقان میذارن، مردم خواه نخواه به اون واکنش نشون میدن. یعنی این باعث میشه که روز 13 بدر حتما چه مردم بتونن به بوستانها برن چه نتونن برن، در گوشه گوشه ایران ما شاهد درگیری میان نیروهای سرکوب و مردم خواهیم بود. در صورتی که اگر این کار رو نمیکردن و به عهده خود مردم میذاشتن، مردم هر کدوم اونجور که دلشون میخواست در واقع 13 بدر رو یا میرفتن بیرون به قول تو به جشن و پایکوبی میپرداختن، یا تو خونه هاشون میموندن عزاداری میکردن. ولی حکومت حق انتخاب برای مردم قائل نیست و میخواد همونی که خودش دیکته میکند رو در واقع مردم انجام بده. هیچ وقت خب اجازه انتخاب نداده به مردم، پس باید منتظر باشیم ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. آیا واقعا پارک ها بسته میشن یا باز هستن، شهروندان میرن یا نه؟ ممنونم از تو علی شیرازی.